سلام. این روزها تو بسیاری از سایت‌ها یا رسانه‌های داخلی و خارجی حامی رژیم با سوال‌ها یا تیترهای مواجه میشیم که بارها و بارها اونا رو شنیدیم. سوال‌های مثل این: آیا اصلاح طلبان در انتخابات شرکت میکنن؟ یا تیترهای مثل این یکی: آتش توپخانه تندروها علیه جبهه اصلاحات باریدن گرفت. ما توی این سوالا و تیترا و مقالای فله‌ای با واژه‌های مواجهیم که البته سالهاست تو فرهنگ سیاسی رژیم آخوندی و حامیانش جریان داره. واژه‌هایی مثل اصلاح طلب، اصولگرا، تندرو، میانه رو، سخت سر، محافظه‌کار، جناح نرم، لیبرال و خلاصه اصطلاحاتی از این قبیل. راستی داستان اصلا چیه؟ هدف حامیان رژیم و اصحاب مماشات از بکارگیری این اصطلاحات اینه که میخوان بگن تضاد در جامعه ایران بین جناح‌های درونی این حاکمیت. میخوان بگن یک طرف دعوا رفسنجانی و خاتمی و نمیدونم موسوی و کروبی و خلاصه چیزای از این دسته و طرف دیگه خامنه‌ای و باندهای متحدشن. به این میگن شارلاتانیسم. این یک تقسیم بندی ارتجاعی و استعماریه که هدفش سرپوش گذاشتن روی تضاد اصلی جامعه ایرانه. تضاد اصلی چیه؟ بله، جبهه بندی اصلی اینه، تضاد اصلی اینه: یک طرف مردم ایران و همه کسانی که خواهان آزادی هستند و طرف دیگه تمامیت رژیم ولایت فقیه. ایمیل فوری. بله، بسیار عالی، بفرمایید. آیا شما با این توضیحات میخواییم بگید که هیچ دعوا و تضادی بین جناح‌های رژیم ولایت فقیه وجود نداره؟ نه، من مطلقا نمیخوام چنین چیزی بگم. تضاد در درون رژیم ولایت فقیه واقعیه، خیلی هم شدیده. آخه جنگ گورکاست. روز به روز هم بالا و بالاتر میره. اما ما اینجا با یک طرح دجالگرانه مواجهیم، با همون شارلاتانیسم سیاسی خاص رژیم ولایت فقیه، با دوگانه فریبکارانه. بله، دقیقاً با یک دوگانه فریبکارانه مواجهیم. این یعنی چی؟ الان عرض میکنم. ببینید، شارلاتانیسم ارتجاع و استعمار در اینه که میخواد هدف و خواست مردم ایران رو در حد خواسته های مشتی باند سرکوبگر و شیاد کاهش بده. اما خواسته مردم ایران چیه؟ اینه: یعنی مردم ایران میگن تمامیت رژیم ولایت فقیه رو نمیخوان، اما آخوندها با دوگانه فریبکارانشون میخوان بگن نه، حد اکثر خواسته مردم ایران همینه که اینا دارن میگن. کدوما؟ مثلا اینا. ببینید، بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که هستش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه، حالا منهای اعتقاد، و همصدا بشم با فشارهایی که برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی از بین ببرن. اگر جمهوری اسلامی از بین رفت، حکومت دموکراتیک در این مملکت برقرار نخواهد شد. حضراتی که خواست داره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن، چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ امکان نداره همچه چیزی. ملاحظه فرمودید؟ پس تا جایی که به حفظ موجودیت وحشی به نام رژیم ولایت فقیه برمیگرده، هیچ تفاوتی بین این تیره‌های مختلف، اعم از اصولگرا و به اصطلاح اصلاح طلب، وجود نداره. این گورکا به دنبال سهمشون از قدرت هستن و در ماهیت هیچ تفاوتی با هم ندارن. اما تاریخچه ای از دوگانه فریبکاری. دعواهای درونی رژیم ولایت فقیه از زمان خمینی وجود داشت، اما تفاوت تو این بود که خمینی توان مهار این جدالهای درونی رو داشت. با این حال اون دجال ضد بشر خودش مبتکر همین سیاست دوگانه فریبکارانه بود. به عنوان مثال، در یکی از گزارش‌های درونی رژیم آخوندی که مربوط به همون سالهای دهه 60 هست اومده که یک بار خمینی وزیر خارجه وقت رژیم یعنی ولایتی رو صدا میکنه و بهش میگه بروید به خارجی ها بگویید بین ما اختلاف هست و شما از ما در مقابل افراطی ها حمایت کنید.
یعنی خمینی هم یک دوگانه افراطی ها و مثلا معقول ها درست کرده بود تا با این ترفند غرب رو به عادی سازی روابطش با رژیم ترغیب کنه. در زمان آخوند خاتمی هم به خاطر داریم که این آخوند شیاد چطور به طرف حسابای غربیش میگفت که من میانه رو و مدرن هستم تا به این ترتیب برای رژیم حمایت جلب کنه. این حمایت ها در انعقاد قراردادهای نفتی و حفظ تمامیت رژیم متبلور میشه. نمونه دیگه همین چهره های معلوم الحال و بسیجی های کرواتی هستند. تاجران پترودلار که سیبیلشون توسط آخوندها چرب میشه و بعد هم به اسم لابی در آمریکا و بانک های فکری و رسانه های غربی جولان میدن و یک کار هم بیشتر ندارن و اون هم حفظ دیکتاتوری ولایت فقیه. یکی از ترفندهای این مهرهای سوخته اینه که تلاش میکنن خودشون رو ضد رژیم جا بزنن. مثلا این نمونه رو ببینید. آنچه که واجب است بر حکمران ترمیم کنند و مردم را به خود اعتماد سازی کنند و آنها میبایند اقامه دلیل کنند. جنبش سبز ملت ایران جنبشی مسالمت‌آمیز است. جنبشی است بر علیه خشونت، آزادی خواهانه، دموکراتیک، خواهان حقوق بشر، به دنبال عدالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. بله، اول این نقاب اپوزیسیون نمایانه بی خطر رو به چهره میزنه تا بعد بتونه حرفای اصلی ولی فقیه رو در خارج از ایران رله کنه. گوش کنید. سال 67 شد. عملیات فروغ جاویدان توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق بعد از پذیرفتن قطعنامه اتفاق افتاد. قطعنامه را که پذیرفتیم، این سازمان تروریستی به ایران حمله میکند. در بدترین زمان. خب سپاهیان ما همین بسیج که اون زمان با موضعش امروز تفاوت میکند مقابل اینها میستد، ارتش مقابل اینها میستد و اسلام آباد غرب را که اینا تصرف کردن دستشان به در میآورند. تعداد زیادشون دستگیر میشن و به حمدالله سرکوب میشن. خب حالا اینها آمدن، برخی از اینها دستگیر شدن، برخیش هم که به درک واصل شدن در میدان جنگ. بله، به این میگن اپوزیسیون ولایت نشان. پس معلوم شد که این بازی‌ها در رژیم ولایت فقیه سابقه طولانی داره و هدفش هم در یک کلام سرپوش گذاشتن روی خواسته اصلی مردم ایران و علم کردن جنگ گورکا به جای تضاد بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیهه. آخوندها در نمایش انتخابات پیش روی خودشون هم تلاش می‌کنن تا همچنان از این طرح‌های لو رفته استفاده کنن. اما حرف مردم ایران با اونها و تمام طرح‌ها و دغل‌بازی‌هاشون یک چیز بیشتر نیست. رأی ملت سرنگونی.